دوران تحریم حد اکثری تمام شد، دوران جنگ اقتصادی تمام شد، جنگ دیگر نیست، فشار حد اکثری همه فهمیدند که شکست خورده. آیا تمام شد؟ 42 سالگرد انقلاب تحت تأثیر سیاست آمریکا در قبال ایران. چرا جو بایدن برای مذاکره با تهران عجله ندارد؟ با یک کارشناس تحریم‌های ایران در مرکز پژوهشی کنگره آمریکا صحبت می‌کنیم. چگونه حکومت ضد آمریکایی حالا چشمش به تصمیم‌ها در واشنگتن است؟ این موضوع بحث 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، جنجال فایل صوتی منسوب به ظریف درباره سرنگونی هواپیمای اوکراین. سی بی سی میگوید از احتمال شلیک عمدی گفته شده. وزیر خارجه ایران میگوید جعلی است. مردی از ترکمنهای عراق جانشین ابوبکر بغدادی، رهبر جدید داعش کیست؟ افتخار میکنم که سالهای بسیاری که طی این کار عمر شریف بودم در کنار مردم ایستادم. جشنواره فیلم فجر زیر سایه انتقادها از امنیتی شدن سینما در ایران. بی‌رونقی این دوره از کرونا بود یا انحصاری شدن تولید؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی 42 سالگرد انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرند که سرنوشت ایران بیش از پیش به سیاست آمریکا در قبال این کشور گره خورده. نظامی که شعارش مرگ بر آمریکا و نه شرقی نه غربی بود، حالا در غرب آمریکا نفس‌های اقتصادش را گرفته و در شرق چین و روسیه از آن امتیازگیری می‌کنند. در شرایطی که بسیاری در ایران چشم امید به واشنگتن بستند که کی و چطور تحریم‌های ایران را متوقف می‌کند، نشانه‌هایی در آمریکا به چشم می‌خورد که جو بایدن چندان عجله‌ای ندارد به برجام برگردد و به راحتی تن به خواسته‌های تهران نمی‌دهد. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم ایران امروز چقدر به استقلالی که 42 سال پیش به دنبالش بود رسیده. پیش از آن گزارشی ببینیم از کسرا ناجی. اون روزی که ما شاهد باشیم 5+1 به تعهدات خود عمل کرده اند. سایه سنگین بحران هسته‌ای در این 42 سالگرد انقلاب، سالگردی سوت و کور که بلت نگرانی ها از امکان اوج تازه همگیری بیماری کووید 19 عمدتاً از راه دور یا مجازی و ویدیویی برگزار شد. اگرچه خیلی از طرفداران حکومت این بار نه پیاده که با ماشین و موتور به خیابان ها آمدند. مذاکره چیز منفی نیست. مذاکره جزو لوازم یک دولت و حکمرانی مدرن دنیای امروز و نه امروز که ارث پیامبر بزرگ اسلام است. اینجا رئیس جمهوری در سخنانی در این سالگرد در شرایطی که ایران زیر شدیدترین تحریم هاست از نیاز به مذاکره صحبت می کند. سخنانی خطاب به تندروهای داخلی که او را سازشکار می دانند و ضعیف. اگرچه او اینجا گفت ایران تنها هنگامی به تعهداتش در توافق هسته‌ای برمیگردد که قدرت‌های جهانی اول به تعهداتشان برگشته باشند. نوعی مذاکره از طریق رسانه‌ها. این مخالفان رئیس جمهوری و مذاکره، افراد بسیج و شعار مرگ بر روحانی، کسانی که 42 سال بعد صاحبان تسخیری این انقلاب شدند، کسانی که سرنوشت کشور را رقم می‌زنند. With the new administration in Washington, وزیر خارجه هم پیامی داشت به انگلیسی. But the current window is fleeting. پیامی ظاهراً خطاب به همتایانش در غرب و به خصوص در آمریکا. محمد جواد ظریف گفت فرصت زیادی نمانده. به زودی دولت ایران بر اساس مصوبه مجلس موظف است که همکاری‌هایش را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش دهد. چیزی که آمریکا آن را نوعی تهدید تلقی خواهد کرد. تهدید به دور شدن هرچه بیشتر از توافق هسته‌ای.
صنعت هستی ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواش. این تهدید بعد از سخنان دو شب پیش وزیر اطلاعات که برای اولین بار از تریبون اصلی کشور از امکان ساخت بمب اتمی از سوی ایران سخن گفت. یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه‌ای که آزاد اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست. سخنانی با تبعات زیاد و از جمله بی‌خاصیت کردن فتوای رهبر کشور. این خبرنگاران دیشب در جلسه خبری سخنگوی کاخ سفید. هنوز برای ما معلوم نیست که محمود علوی از جانب خودش صحبت می‌کرد یا از جانب کسان دیگری. ما البته به این سخنان که بسیار نگران کننده است توجه کردیم. این را هم در نظر داریم که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای نباید هیچ وقت به طرف سلاح هسته‌ای برود. سخنگوی وزارت خارجه به خطر موشکی ایران هم اشاره کرد. او گفت آمریکا از انواع ابزارهایی که در اختیار دارد برای جلوگیری از گسترش خطر موشکی ایران استفاده خواهد کرد. این در پاسخ به سوالی درباره گزارشی منتشر نشده از سوی سازمان ملل که ظاهراً از همکاری‌های نزدیک ایران با کره شمالی در زمینه ساخت موشک پرده برمی‌دارد. گزارشی که حالا ایران را به منزوی‌ترین کشور دنیا گره می‌زند. در این سالگرد انقلاب سرنوشت کشور در سایه انزوا و تحریم و جنگ در گروه رابطه و مذاکره با آمریکا است. کسرانجی بی بی سی. کنت کاتسمن، کارشناس تحریم‌های ایران در مرکز پژوهشی کنگره آمریکا از آرلینگتون در ایالت ویرجینیا با ماست. آقای کاتسمن، خوش آمدید به برنامه. فکر می‌کنید که آقای بایدن و تیم او چقدر مایل هستند که در بازه کوتاه مدت به برجام برگردند و تحریم‌ها را لغو کنند؟ Thank you very much. And as usual, I'm speaking in a purely personal capacity. خیلی متشکرم که من دعوت کردیم. بدونی که من دارم نظرات شخصی خودم رو میگم به عنوان کارشناس مسائل ایران. به روشنی واضح هست که پرزیدنت بایدن و تیم او کسانی بودند که دخیل بودند در مذاکرات 6 سال پیش برجام. سال 2014 و 2015 مسلماً همیشه موضعشون حمایت از اون مذاکرات بود، مذاکرات برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. همچنان اعتقاد پرزیدنت بایدن و تیمش این هست که مسئله برجام به نفع امنیت ملی آمریکاست. آنها کماکان این موضع و این عقیده رو دارن. اونطور که من میفهمم کاملا دولت بایدن اون علاقه و گرایش رو نشون داده که به برجام برگرده، اما میدونیم که ایران تعهداتش رو کمتر کرده و ایران هم باید مجدداً به سطح کامل تعهداتش برسه. حالا اگه قرار باشه این دو طرف مذاکره بکنن، یه ذره آمریکا میتونه تحریم‌ها رو لغو کنه، یه ذره ایران تعهداتشو بیشتر بکنه، میشه راجع به این بحثا مذاکره کرد. مسلماً ایران باید اول موافق چنین فرمولی باشه. حالا الان در موقعیت قرار گرفتیم که ایران میگه حاضر نیست قدم اولو برداره و آمریکا ابتدا باید تحریم‌ها رو لغو کنه و آمریکا هم میگه که نه، ایران باید به تعهداتش برگرده. آیا میشه نتیجه گرفت که به یک بن‌بست جدید برخوردیم؟ من نمیخوام در این باره یک موضع خاصی رو بگیرم. اون توافق هسته‌ای برجام اونجوری که همون اول امضا شد، درش گفته شده که هر طرف باید چه کارهایی بکنه. ایران یه سری گام‌های هسته‌ای برداشت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد و آمریکا هم بلافاصله تحریم‌ها رو لغو کرد. بنابراین فرض رو هم من الان بر این گرفتم که الان هم به همون منوال قضیه پیش بره. تحولات چند روز گذشته چقدر میتونه مؤثر باشه؟ صحبت‌های محمود علوی درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران و همچنین گزارش درباره همکاری موشکی ایران و کره شمالی. Well, of course, I think probably in the United States. البته میشه گفت که در آمریکا این گونه گفته‌ها و اظهارات در ایران خیلی
کمک نمیکنه. دولت بایدن میخواد بتونه بگه که ایران با حسن نیت داره به تعهداتش برگرده و اگر مثلا مقامات ایرانی بیان حرف از این بکنن که بیش از این تعهداتشون رو کم بکنن، تخطی بکنن از برجام یا حتی صحبت از ساختن بمب اتم بکنن، مسلما خیلی ها در آمریکا این رو حمله بر نداشتن حسن نیت از طرف ایران میکنن. برای همین من به ایران یا هر کشور دیگه این مشورت رو میدم که این حرفا حرف خیلی مثبت و مفیدی نیست. و برای مخاطب ما که در ایران نشسته و مشتاقه که بدونی که کی این تحریم ها لغو میشه، آیا فکر میکنید که داریم به یک بازه چند ماهه نگاه میکنیم یا یک گفتگوهای طولانی چند ساله؟ میدونین من خیلی سعی میکنم که پرهیز بکنم از جدول‌های زمان بندی دادن. میدونیم که در خرداد ماه ایران انتخابات بعدی رو داریم. حسن روحانی نمیتونه مجددا رئیس جمهور بشه، دو دورش رو گذرونده. ما نمیدونیم که تکلیف انتخابات چه خواهد شد. من سعی میکنم از پیش بینی کردن پرهیز بکنم، اما حرفی که میتونه بزنم این هستش که هم آمریکا هم ایران میبینم که این تمایل رو دارن که به برجام برگردند و من فکر میکنم که وقتی این علاقه و گرایش در دو طرف وجود داره، این احتمال هم وجود داره که هیچ کدوم از این مسائلی که گفتیم مسائل غیر قابل حلی نیستن. راجع به همه اینها میشه مذاکره کرد. برای همین فکر میکنم مسیری برای بازگشت به برجام برای هر دو طرف وجود داره. متشکرم. کنت کاتسمن، کارشناس تحریم های ایران در مرکز پژوهشی کنگره آمریکا. برای گفتگوی بیشتر در این باره حجت کلاشی، تحلیلگر سیاسی با ماست و همچنین محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران به ما پیوسته. خوش آمدید هر دوی شما آقایون. آقای کلاشی، ابتدا با شما شروع بکنیم. فکر میکنید که در 42 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اون شعار استقلال آزادی چقدر به نتیجه رسیده و میشه گفتش که جمهوری اسلامی امروز کشور مستقلیه؟ ایران استقلال داشت، قبل از انقلاب ایران استقلال مستقلی بود، دارای حاکمیت مستقلی بود و از قدرت کافی هم برای دفاع از حق حاکمیت خودش برخوردار بود، تحت استعمار هم نبود، تحت سلطه هیچ کشور بیگانه هم به سر نمی بود. استقلال رو هم بیشتر جریان های چپ مطرح میکردن که خودشون وابسته بودن به شوروی یا به اردوگاه‌هایی که به شوروی نزدیک بود. بنابراین اونها منظورشون از استقلال این بود که یک انقلاب رو کنن ضد امپریالیسم. هم معتقد بودن که ایران آقای کلاشی، به نظر میاد که خطمون با شما آقای کلاشی، ارتباط ما با شما مشکل داره. ما سعی می‌کنیم دوباره ارتباط رو با شما برقرار بکنیم. صداتون رو متاسفانه درست نمی‌شنویم. آقای سبزعلی پور، شما بفرمایید. فکر می‌کنید که وعده استقلالی که 42 سال پیش شنیدیم از جانب انقلابیون چقدر محقق شده؟ با نام یاد خدا بابا، سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترمتون. خدمت شما عرض بکنم که 42 سال پیش انقلاب انجام شد با یک سری وعده ها و یک سری خواست ها که البته میشه گفتش که تا به امروز بعد از گذشته 42 سال دائما، یعنی تقریبا میشه از اون زمان تا به امروز ایران در جنگی بوده. جنگ نه به معنای جنگ حالا نظامیش که مدت ها حدود 8 سال جنگ نظامی بود، ولی از اون موقع به بعد همش در قالب تحریم ها، در قالب جنگ اقتصادی تحت فشار بوده و اینها البته اجازه نداده که اون شعارهایی که به اون شکل شمایلی که توی انقلاب مد نظر بود، یعنی استقلال کامل که بتونیم تمام اون صنایع، تمام اون بحث‌هایی رو که مد نظرمون بود خودمون داشته باشیم و باز اون احتیاجاتمون رو بتونه بیش از گذشته در داخل ایران تأمین بکنیم رو به دست بیاریم. اما با وجود این خیلی خیلی فرق کرده از اون زمان تا به امروز و خیلی چیزها رو هم ما به دست آوردیم، ولی بایستی این مسائل رو هم در نظر داشته باشیم. چون من از سوال مهمونتون به این نتیجه رسیدم که شما میخواید برسونید به بحث ارتباط ایران با جهان خارج، ولی میخوام مشکلات داخلی رو هم گوشزد بکنم که ما یک سری مشکلات داخلی داریم، یک سری مشکلات بین المللی که بایستی اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم.
ما کماکان داریم تلاش میکنیم که ارتباطتون رو با آقای کلاشی برقرار بکنیم. فرمودید که هم وعده هایی بوده هم خواسته ها، اما از اون وعده استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی سومیش قطعا تامین شده، اما استقلال و آزادی چقدر تامین شده آقای سبزعلی پور؟ استقلال آزادی بستگی داره که آزادی رو چی خدمت شما عرض کنم که معنی بکنیم. خیلی هر کس با هر معنی که شما قبول دارید در ایران امروز آزادی چقدر تامین شده؟ آزادی عرض میکنم هر کس از زن خود شد یار من، هر کسی یک جوری آزادی رو به هر صورت تفسیر میکنه، یه نویسنده از زن خودش، یه روزنامه نگار از زن خودش، یک هنرمند از زن خود، به هر کس به یه شکلی. تا حدود زیادی اون آزادی که مد نظر بوده نسبت به بعضی از کشورهای دیگه‌ای که تو دنیا ما داریم میبینیم محقق هست. کدام کشور آقای سبزعلی پور؟ از کدام کشور آزادی بیشتر محقق شده نسبت به قبل از انقلاب؟ نسبت به قبل از انقلاب که البته قبل از انقلاب هم که شما میفرمایید، یعنی زمان گذشته، زمان رژیم شاه هم اگر خوب مطالعه بشه خیلی دست‌ها باز نبود، یعنی روزنامه‌نگار در اون زمان هم همه چیز رو نمیتونست بنویسه، یعنی یک شخصی نمیتونست آزادانه بیاد یک پلاکارد بگیره دستش و وایسته وسط خیابون بر علیه خدمت شما عرض کنم که سلطنت پهلوی شعاری بنویسه و بشینه کنار خیابون، کسی باهاش کاری نداشته باشه. اگر بحثتون این مسائل هست، خب این مسائل الان هم به عنوان امنیت ملی تلقی میشه و الان هم باش برخورد میشه، اون زمان هم برخورد میشده، الان هم برخورد میشه و فکر میکنم در هر کشور دیگری اگر کسی هم بخواد بره به سمت این قضیه که با امنیت ملی اون کشور تضاد پیدا بکنه باهاش برخورد میکنن. حالا حتی هم کشورهای خیلی آزادی که در دنیا شما میشناسید و دائما هم اسمشون رو اعلام میکنید. ولی اجازه بدید آقای کلاشی ارتباطشون مست شد، نظرشون رو بشنویم به پاسخ اول شما. آقای کلاشی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که از اون وعده ها و خواسته های استقلال و آزادی چقدرش محقق شد؟ با درود مجدد، من فکر میکنم که این بحثا به این خاطر ایراد داره که اصلا انقلابی که شد برای استقلال نبود، به خاطر اینکه ما در نظام قبل استقلال کامل رو داشتیم، کشور مستقل بودیم و وقتی که انقلابیون میگفتن استقلال، منظورشون این بود که ایران جزوی از اقمار امپریالیسمه، یعنی کلیدواژه ها رو از چپ گرفته بودن و سعی میکردن که با اون کلیدواژه ها انقلابی را بندازن که راه انداختن. ولی ما در قبل کاملا مستقل بودیم، کشوری در حال توسعه بودیم، اقتصاد پویایی داشتیم، در مورد آزادی ها بسیار از وضعیتی که الان حاکم هست جلوتر بودیم، از همه کشورهای منطقه هم یک سال گردن که نه چند سال گردن بالاتر. چیزی رو که مهمان عزیز برنامه توجه نمی‌کنه اینه که نمیشه الان رو با 50 سال پیش با 40 سال پیش مقایسه بود. در اون دوره آزادی های اجتماعی بسیار بالا بود. آزادی های اجتماعی چیزی نیست که بخواد جمهوری اسلامی امنیتیش بکنه، ولی امنیتیش کرد. از طرف دیگه هم ایشون می‌فرمایند که خیلی از مسائلی که اون دوره نمی‌شد تولید که الان تولید بود. نه خیر، انقلاب سال 50 انقلابی بود علیه بورژوازی ملی. در سال‌های اول انقلاب شروع کردن به مصادره کردن اموال و کارخانه‌ها. بسیار از کارخانه‌های پیشرو ما رو که در مسیر صنعتی شدن کشور رو می‌بردن مصادره کردن، مدیریتش رو از بین بردن. بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذار از ایران فرار کردن یا دچار بلایای دیگری شدن، اعدام شدن و اموالشون هم مصادره شد و در واقع میشه که اون تحلیل تولید کشور رو تعیین زدن. بسیار خب، حالا بریم جلوتر و بریم سراغ بحث استقلال آقای سبزعلی پور. انقلابی که با مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر آمریکا شروع شد، در پی 42 سال دشمنی با به هر حال حتی اگه مخالف آمریکا باشید بزرگترین قدرت جهان، 42 سال دشمنی با بزرگترین قدرت جهان، الان به جای رسیده که اقتصاد اون کشور رو آمریکا عملا گروگان گرفته. این چه استقلالی بود؟ نتیجه این آمریکا ستیزی چه شد؟ ببینید، بحثی که در ارتباط با عناد یا دشمنی با آمریکا مطرح بود، اولا با خود آمریکا یا مردم آمریکا هیچ گونه عناد و دشمنی نیست، این رو تصریح میکنم در اینجا. بحث سیاست‌های ایالات متحده آمریکا بود که در زمان شاه میگفتن که آمریکایی‌هایی که در ایران هستن بیش از اون چیزی که یک خارجی هست از ایران دارن امتیاز میگیرن و حق توحش حتی از ایرانی ها می گرفتن. یک سرباز آمریکایی رو 20 سرباز ایرانی یا یک 20 نظامی ایرانی باید مواظبت می کرد. اگر یک ایرانی رو می کشتن خدمت شما عرض کنم که کسی نمی تونست بازخواستشون بکنه. از این
میگذرم، منتهای مراتب میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر هم انقلاب شد همش به خاطر آمریکایی‌ها نبود، یک سری مسائل دیگه ای بود که میلیون ها میلیون نفر رو ریخت توی خیابون ها و یک خواسته ای رو داشتن که بهش رسیدن. حالا بعد از گذشت این همه سال که شما میفرمایید که چرا آمریکا گروگان گرفته اقتصادی این مملکت رو، ببینید آمریکا به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان مطرحه و در حال حاضر این قابل کتمان نیست و هیچ کس هم نمیتونه رد بکنه و نهایتاً به عنوان اولین ابرقدرت اقتصادی دنیا خب ارتباطات خودش رو داره با اروپا، با کشورهای دیگه داره و الان ما در جنگ با این کشور هستیم که ما رو اومده اقتصادش بودن. هزینه این جنگ تمام این چی میگن صنایعی که خدمت شما عرض کنم که تا حدودی با حد اقل ظرفیت داره کار میکنه هزینهش بوده، تمام این بیکاری که به هر صورت به وجود اومده هزینه این جنگ بوده، تمام این خدمت شما عرض بکنم که مشکلات و فقرهایی که به هر صورت به وجود اومده چون اکثرش به ملت منتقل شده همش برمیگرده به فشارهایی که ایالات متحده آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران به ایران تحمیل کرده، یعنی ایران رو الان اومده به عنوان طرف خودش، به عنوان کشوری که در مقابل خودش میبینه باهاش داره جنگ میکنه، نه جنگ نظامی بلکه جنگ اقتصادی، و کشورهای دیگر رو که خیلی از آمریکا حرف شنوی دارن رو تحت فشار قرار داده که با ایران کار نکنید و اونها از ترس اینکه با آمریکا گلاویز نشن و درگیر نشن اونها هم با ایران، یعنی ما فقط با آمریکا الان مشکل نداریم، دیگران هم ترس دارن، یه دنیا درش رو الان به روی ایران بسته، یعنی جنگ ما با دنیا شده بسیار. نه با ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا دنیا رو تهدید کرده. آقای کلاشی چه شد که ایران به جایی رسید که الان همه چشم امید مقامهاش به تصمیمات و دهان جو بایدن برای لغو این تحریم ها؟ مهمان عزیز برنامه اشاره کردن سیاست خارجی این کشور جمهوری اسلامی به سمتی رفته که الان یک دنیا مقابل ما هست. اینکه هنری نیست که کشور یک حکومت بخواد کشور رو طوری اداره بکنه، سیاست خارجی خودش رو طوری ترسیم بکنه که یک دنیا در برابرش باشه. سیاست خارجی یعنی حل مسائل کشور در صحنه بین الملل، نه اینکه پیش این حد از درگیری و دشمنی و جنگ رو بخواد متوجه کشور رو، اینکه هزینه های متعددی رو متوجه کشور ایران کردن، کشور رو کردن و این هزینه ها باعث شد که جامعه و مردم روز به روز فقیرتر بشن، صنایع زمینگیر بشه و بسیار از منابع ما از بین بره و اطلاق بشه. اینکه هنر سیاست کنه. معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، شما از صحبت های بنده تو این وسط قشنگ داستان سرایی نکنید. مهمان برنامه گفتن یه دنیا الان جلوی ما وایساده که این وضعیت انقلاب به این شکل در اومده. من عرض نکردم که یک دنیا در برابر ما به خاطر انقلاب ایستاده، عرض کردم که یقه گیری آمریکا در دنیا باعث شده که همه بترسن با ما کار بکنن، همه دوست دارن با ما کار کنن. الان خیلی ها متاسفانه آقای کلاشی ارتباطتون باهاتون مشکل داره، صداتون رو درست نمیشنویم. الان هستش صدا؟ الان بفرمایید، الان میشنویم. شما آقای مهمان عزیز برنامه، شما در داخل با همین رفتارها فضا رو بستید، اجازه نمیدید که نظرات دیگری حاکم بشه یا شنیده بشه. سیاست امر عقلانی هستش، امر عقلانی برای تامین منافع ملی. شما از مملکت ایران رو در مسیری حرکت دادید که پیش این دشمنی‌ها رو متوجه اون کردید. دشمنی شما با آمریکا، یعنی کاری که کردید پیش این حد از دشمنی آمریکا متوجه ایران بشه، هزینه‌های رو روی دوش مردم ایران تحمیل کرده و بیشترین منافع ملت ایران به هدر رفته و اتلاف شد. دیپلماسی یعنی حکومتی که بر سر کار هست باید هنر دیپلماسی داشته باشه، باید علم دیپلماسی داشته باشه. سیاست امر عقلانی هستش برای تامین منافع یک ملت. اینطوری که کشور رو اداره می‌کنید در حوزه اقتصادی که مشخصه چه بلایی سر مملکت رو، در حوزه امنیتی که مشخصه، اینکه میگید امنیت اینه که هیچ حکومتی اجازه نمیده که علیه نظام حرف بزنه، بله شاید اجازه نداره، اما باید اینو در نظر بگیرید که در ایران صبح تا شب علیه ارکان این مملکت صحبت میشه، توطئه میشه، کار انجام میشه و آزادن. اتفاقا اونهایی که علیه ایران و امنیت ملی ما دارن کار میکنن زیر عوای بسیاری از ائمه جمعه و حمایت بسیاری از نهادهای امنیتی دارن فعالیت میکنن. شما کاری کردید که در داخل ایران بسیاری علیه امنیت ملت ایران دارن کار میکنن، علیه ارکان کشور دارن فعالیت میکنن.
از طرف دیگه در صحنه بین‌الملل هم بر اساس آرمان‌های انقلاب، آرمان‌هایی که آرمان‌های امت هستش، یک وظیفه‌ای رو روی دوش ملت ایران گذاشتید و به نمایندگی از امت. این مأموریتی که از طرف امت به ملت ایران واگذار شده، این خزینه‌های بسیار کلان رو روی ملت ایران گذاشته. کار به جایی رسیده که داریم می‌بینیم مردم ایران زیر بار اقتصادی و فقر دارن کمرشون خم شده، زیر فشار هستن. به همین خاطر نمیشه عنوان بکنیم که فقط مقصر. متشکرم آقای سبزدی پور. در 30 ثانیه لطفاً جمع‌بندی کنید. بحث جمع‌بندی نیستش، اصلا صحبتی انجام نشد که جمع‌بندی انجام بشه. خدمت شما عرض کنم که این مهمان برنامه‌تون اصلا به اصل برنامه خارج از موضوع صحبت کردن و در نهایت خدمتتون باید عارض بشم که مردم ایران دنبال یک استقلالی بودن که استقلال خزینه‌های خاص خودش رو داره و همه اونهایی که تو خیابون‌ها بودن یادشون هست که چی می‌خواستن. حالا اگر دیر رسیدن، چون به هر صورت یک سری اتفاقات و جنگ‌هایی در میون بوده که اونها رو بایستی پشت سر بذارن، اما خدمت شما می‌خوام عرض بکنم که اصلا و ابدا به این شکلی ما مخالف متحده آمریکا نیستیم. مردم آمریکا رو اصلا دشمن خودمون نمیدونیم. ما مخالف دخالت‌ها و سیاست‌های بد آمریکا بودیم که اگر همین الان هم ایالات متحده آمریکا برجام رو پاره نمی‌کرد، خب ما که سر یه میز باشون قضا می‌خوردیم. الان هم حاضریم همون نشست‌ها رو داشته باشیم، به شرط اینی که فشار رو از رو مردم ایران بردارن، اذیت نکنن، جنگ رو تمام کنن، دست بدن. ما از فردا آماده‌ایم که باشه متشکرم آقای سبزدی پور. هرچند صحبت کردن از جانب کل مردم ایران تا زمانی که همه پرسی یا نظرسنجی آزادی انجام نشه کار منطقی نیست، چون نمیدونیم مردم ایران نظر چیه. آقای کرشی 30 ثانیه لطفاً جمع‌بندیتون رو بشنوید. همون برجام نشانه ذلته. همین برجام نشون میده که کشور رو به جایی بردن که دست بسته ملت ایران رو در برابر قدرت‌های دیگه قرار دادن و به ملت ایران یک قرارداد ذلت‌بار و ننگین رو تحمیل کردن. سپاسگزارم. شما به عنوان مجری برنامه قرار بر این نشد مجری کارشناس باشید، شما قرار شد مجری باشید. به نظر آقای سبزدی پور در ایران در رابطه با رابطه ایران و آمریکا نظرسنجی و همه پرسی انجام نشده. این که شما به نمایندگی از مردم ایران صحبت بکنین یا آقای کلاشی به نمایندگی از من از طرف خودم دارم صحبت میکنم، از یه طرف دیگه شما میگید که چرا با آمریکا رابطه نداریم. ما میگیم ما حاضریم رابطه داشته باشیم به شرط اینکه اذیت نکنن، آزار نداشته باشیم. از یه طرف دیگه ما میگیم به این شکل، شما میگید که چون نظر سنجی نشده شما نمیتوانید این حرف رو بزنید. بالاخره ما کجای کاریم؟ شما صد درصد نظر خودتون میگین، اما از مردم ایران نمیتونیم صحبت بکنیم چون اصلا فرصت نظر دادن بهشون داده نشده. متشکرم. محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی و حجت کلاشی تحلیلگر سیاسی. حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه گفته ایران درگیر یک جنگ اطلاعاتی و امنیتی است و هشدار داده که نیروهای امنیتی ایران برای مقابله با آنچه او عناصر نفوذی خوانده شدت عمل به خرج می‌دهند. درگیری امنیتی ایران در کجاست و رخنه امنیتی که از آن صحبت می‌شود به چه رویدادهایی اشاره دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی ببینیم از شیدا هوشمند. موضوعی که تو این بخش می‌خوام بهش اشاره بکنم موضوع نفوذه. از رخنه امنیتی و نفوذ تا عملیات اطلاعاتی برون مرزی و دستگیری مخالفان با کمک دستگاه‌های امنیتی خارجی. دیر فهمیده بود که سرانجامش چنین است. دو روی سکه فیلم و سریال‌هایی که با حمایت نهادهای امنیتی ساخته می‌شوند. اما کدام روی واقعی وضعیت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است؟ روی سوگ یا روی سور؟ سخنان امروز حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن هرچند مبهم و دو پهلو تا حدی به این موضوع پاسخ می‌دهد. ما در یک جنگ اطلاعاتی و امنیتی چند لایه هستیم. دستگاه اطلاعاتی نظام در مقابله با شبکه‌ها و عناصر نفوذی شدت عمل به خرج داده و همکاری خوبی با سرویس‌های همراه منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین امنیت داخلی و منطقه‌ای دارد. آقای طائب توضیح نداده که کدام سرویس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به جمهوری اسلامی کمک اطلاعاتی می‌دهند. اما آنچه تا به حال رسماً اعلام شده امضای توافقنامه‌ای بین ایران و روسیه برای همکاری در زمینه امنیت اطلاعات است.
از نمونه‌های اخیر همکاری اطلاعاتی رسمی و غیر رسمی با سازمان‌های غیر ایرانی شاید یکی ماجرای روح الله زم باشد. مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که گفته می‌شود در خاک عراق دستگیر و به ایران منتقل شده بود. یک نمونه دیگر دستگیری برخی متهمان فراری پرونده‌های فساد اقتصادی مانند رسول دانیال‌زاده که رسانه‌های رسمی به او می‌گویند سلطان فولاد. به احتمال زیاد میتوان جاسوسی سایبری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان ایرانی در خارج از ایران را هم به فهرست این همکاری‌ها اضافه کرد. عملیاتی که در آن نام ایران در کنار چین و روسیه مطرح می‌شود. بخشی از شهروندان و فعالان سیاسی و حقوق بشری با بسیاری از این فعالیت‌های اطلاعاتی موافق نیستند. گرچه مواردی هم هست مثل دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله که در عملیات اطلاعاتی مشترک با دستگاه‌های امنیتی خارجی به سرانجام رسید و با واکنشی منفی روبرو نشد. اما آن روی سکه وضعیت مجموعه امنیتی این است. بچه‌ها اینجا پردیسه؟ انفجار و آتش سوزی در تأسیسات نظامی و صنعتی ایران، کشته شدن نفر دوم القاعده در تهران و با فاصله زمانی کم ترور محسن فخری زاده از اعضای سپاه پاسداران و از مدیران ارشد بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران. بعد از 2 ساعت از اظهارات رئیس سازمان اطلاعات سپاه با فاصله کوتاهی از مصاحبه پرباستاب وزیر اطلاعات مطرح شده. مصاحبه‌ای که برای اهل فن پیام‌هایی از اختلاف دستگاه‌های امنیتی ایران داشت. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردیم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. ترورها و انفجار در تأسیسات نظامی و هسته‌ای در خاک ایران در حالی رخ می‌دهد که در فیلم‌های سفارشی مأموران اطلاعاتی در قامت قهرمان فیلم‌های هالیوودی پایان داستان را رقم می‌زنند. اما به نظر می‌رسد در گفتگوهای محرمانه مسئولان امنیتی رخنه و نفوذ بیش از هر قهرمان‌سازی موضوع بحث است. شیدا هوشمندی، BBC. به گزارش شبکه تلویزیونی CBS کانادا، مقام‌های این کشور سرگرم بررسی یک فایل صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران هستند که در آن جزئیاتی متفاوت از سرنگونی هواپیمای اوکراین گفته شده. در این فایل صدایی که گمان می‌رود محمد جواد ظریف باشد، شلیک عمدی به دست عوامل نفوذی را از جمله احتمالات می‌داند، ولی می‌گوید حقیقت ماجرا به او و دیگران گفته نخواهد شد چون به صلاح منافع ملی نیست. آقای ظریف امروز در توییتی گفته این فایل صوتی جعلی. Mariam Afshan گزارش می‌دهد. محمد جواد ظریف says Iran's military wing. این گزارش CBC نیوز است. این شبکه کانادایی میگوید فایل صوتی به دست آنها رسیده که منتسب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است. به دلایل امنیتی نه فایل کامل آن را منتشر کرده و نه نام منبعی که فایل را در اختیارشان گذاشته. در این گزارش از صدای منسوب به آقای ظریف نقل شده که گفته هزاران عامل در شلیک موشک به هواپیمای اوکراین میتواند مطرح باشد، از جمله احتمال اقدام عمدی 2 یا 3 نفوذی و یا اختلال در رادار. در این گزارش همچنین به نقل از همین صدا گفته شده که حقیقت هرگز فاش نخواهد شد، چرا که این کار برخی درها را به روی ساختار دفاعی کشور باز میکند و گفتن آن به صلاح مردم نخواهد بود. صدای منسوب به آقای ظریف میگوید که او هم از اصل ماجرا بی اطلاع است. این صدا همچنین غرامت را وسیله‌ای برای بستن موضوع میداند. برای ما که چیز جدیدی نبود، ولی بار دیگه نشون میده که برای فردی مثل آقای ظریف اساساً بحث حقیقت و برقراری عدالت اصلا مهم نیست. ایشون در واقع صرفاً وظیفه‌شون اینه که پرونده رو در واقع با پرداخت غرامت ببندن. اتفاقی نخواهد افتاد. در واقع ما به عنوان بزرگترین آسیب دیده از این جنایت بارها تاکید کردیم، همه خانواده ها، که مهمترین چیز برای ما کشف کامل حقیقت، برقراری عدالت و بعد از اون بحث غرامته. علاوه بر این چیزی که
دولت کانادا گفته از حدود 3 ماه پیش در حال بررسی این فایل صوتی بوده. این واکنش وزیر خارجه ایران درباره گزارش CBC. پس از تراژدی پرواز PS752، من و بسیاری دیگر تحقیق کردیم که تمام احتمالات از جمله نفوذ خارجی و مداخله الکترونیکی باید مورد تحقیق قرار گیرد. فارغ از فایل صوتی جعلی، نهایتاً خطای انسانی به عنوان عامل شناسایی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ادعاهای مطرح شده در گزارش CBC را ناصحیح و بی‌اعتبار خوانده. تحقیقات در مورد سوانح هوایی یک مسئله کاملا تخصصی و فنی است و با شایع پراکنی و سیاسی کاری نمیتوان نتیجه‌ای در راستای اهداف مسموم سیاسی به افکار عمومی تحمیل کرد. حقیقتش واقعا نمیشه خیلی اتکا کرد به تکذیب سخنگوی وزارت خارجه ایران با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، خصوصا توی بحث هواپیما که همه شاهد بودیم 3 روز در واقع صد تا ذیل در واقع حکومت ایران این خبر رو تکذیب میکردن. خود آقای ظریف تکذیب میکرد این خبر رو، مسئولین ارشد سازمان هواپیمای کشوری تکذیب میکردن. بنابراین فکر نمیکنم مسئولین جمهوری اسلامی بتونن مرجعی برای تایید یا تکذیب اخبار مهمی به این صورت باشن و خبری که در واقع در شبکه CBC کانادا که در واقع بزرگترین شبکه خبری در کانادا هست منتشر میشه، احتمال زیاد خب اصالتش هم تایید شده. سخنگوی وزارت خارجه همچنین از دولت کانادا خواسته با به گفته او چنین شایع پراکنی هایی باعث اضافه شدن بار غم بر خانواده های داغدار نباشند. در 13 ماه گذشته خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین بارها و بارها خواستار شفافیت و اطلاع رسانی درست از جانب جمهوری اسلامی شدند و گفتند اولین و مهمترین اولویتشان مجازات عاملان و آمران این فاجعه است، خواسته ای که تاکنون پاسخی به آن داده نشده. مریم افشنگ، BBC. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در جریان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران از دست داده، از تورنتو کانادا با ما. آقای اسماعیلیون خوش آمدید به برنامه. آیا شما تماسی داشتید یا CBC با شما تماسی داشته؟ آیا کسی اصل این فایل رو شنیده که بدونیم دقیقاً درش چی گفته شده؟ من مصاحبه‌ای داشتم امروز با CBC و با خبرنگار صحبت کردم، ولی به دلایل امنیت افراد گفتن که نمیتونن جزئیات بیشتری در اختیار بگذارن. شما نظرتون چیه درباره این محتویات؟ میدونیم که آقای ظریف اعلام کرده که این فایل صوتی جعلیه. ببینید، این یک خبرگزاری مثل CBC وقتی که خبر رو منتشر میکنه حتما منابع خودش رو چک میکنه و در واقع این نوک کوه یخی هست به نسبت به این جنایت. حرفای ظریف و اینکه از عمدی بودن حرف میزنه، از اینکه میخواد پرونده رو به راحت ترین شکل ممکن ببنده، از اینکه میترسه پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری بره، اینها چیزیه که شما میتونید از جواد ظریف انتظار داشته باشی بگید. آیا مقام‌های کانادا واکنشی نشون دادن به این گزارش؟ فکر میکنید که درباره اون در حال گفتگو هستند با مقام‌های ایران؟ نمیدونم که با مقامات ایران کسی گفتگو میکنه یا نه، ولی خب به هر حال این نشانگر این هست که با چه حکومت و با چه رژیمی اینها دارند گفتگو میکنن. به هر حال مذاکرات بخشی از پروسه دادخواهی خواهد بود برای این کشورها و به هر حال رفتار جمهوری اسلامی تا امروز و این مدرک جدیدی که ارائه شده به اینها نشون میده که با چه حکومتی طرف هستن. اگر که واقعا اونطوری که CBC ادعا میکنه صحبت این صدای آقای ظریف باشه، در اون داره گفته میشه که شاید عوامل نفوذی این کارو کرده باشن، شما میپذیرید چنین تئوری رو؟ چیزی که من در ترجمه دیشب دیدم این بود که میگم ممکنه احتمال عمدی بودن اصلا بعید نیست و بعد در مورد عوامل نفوذی صحبت میکنه. به نظر من اصلا بخش مهمی در اون صدایی که میشنوید نیست. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده سناریوهای متعددی رو مطرح بکنه، ولی خب قضاوت با مردمه. هواپیمایی رو انتخاب میکنند، 8 پرواز اون شب انجام شده و میگن دستگاهشون تنظیم نبوده، سناریوهای مختلف، ابتدا که از خطای فنی شروع کردن و نهایتا هم به خطای سیستمیک رسیدن، ولی چرا اون هواپیما؟ سوال رو باید جواب بدن و سوالات بسیاری هست که مطرح هست که باید جواب بدن.
متشکرم از شما حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داد. 2 سال پس از کشته شدن ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش که ادعای خلافت داشت، جانشین او در تلاش برای بازسازی داعش است. بازماندگان این گروه به عنوان جانشین خلیفه با کسی بیعت کردند که نامش ابو ابراهیم هاشمی قریشی اعلام شده. این نام اما مستعار است. فراز کیلانی خبرنگار بخش عربی بی بی سی به دنبال هویت واقعی خلیفه دوم داعش رفته و میگوید او مردی از ترک همانان عراق است به نام عبدالله قارداش. ترجمه گزارش رو با هم ببینیم. اینجا روستای ترکمان نشین محلبیه در 35 کیلومتری غرب موسل است. عبدالله قارداش که نام اصلیش امیر سلبی است، اما هم ولایتی‌هایش او را به اسم حاجی عبدالله می‌شناسند، 44 سال پیش در همین روستا در خانواده‌ای صوفی مسلک به دنیا آمد. پدرش که از آنگوی مسجد روستا بود، 2 زن داشت. که یکی در همین روستا ماند و دیگری را که مادر همین امیر یا حاجی عبدالله باشد به شهر تلعفر فرستاد. حاجی عبدالله 7 برادر و 9 خواهر دارد. بسیاری از سران داعش و پیش از آن القاعده اهل همین منطقه اند. به خصوص اهل شهر ترکمان نشین تلعفر در همین نزدیکی. یعنی من الفین بعد سقوط نظام در 17 سال پیش القاعده اینجا حسابی رشد کرد و بیشتر مردم طرفدار القاعده شدند. زمینه برای القاعده در اینجا کاملا مهیا بود. امیر در همین تلعفر مدرسه رفت و بعد برای تحصیلات دانشگاهی راهی موسل شد. در موسل در رشته علوم قرآنی و آموزش و پرورش اسلامی درس خواند. با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد. سپس خدمت سربازی 1.5 سالش را در اطراف بغداد گذراند. پس از سربازی به تلعفر برگشت. به گروهی به اسم انصار و سنه پیوست. 1 سال پس از سقوط صدام و حمله آمریکا به عراق عضو القاعده شد که سرکرده‌اش در عراق ابو مصعب زرقاوی بود. القاعده شهر تلعفر را تسخیر کرد و عبدالله قارداش آن زمان در این خانه در محله حسنکوی ساکن بود. 1 سال بعد شهر از تصرف القاعده خارج شد و عبدالله قارداش به موسل گریخت. در آنجا ادامه تحصیل داد و فوق لیسانس علوم اسلامی گرفت. ابو مصعب زرقاوی کشته شد، جایش را ابو عمر بغدادی گرفت که دولت اسلامی عراق را بپا کرد. و عبدالله قارداش را مسئول امور شرعی آن کرد. 1 سال بعد نیروهای آمریکایی به موسل ریختند و عبدالله قارداش را گرفتند. اسناد سازمان اطلاعات عراق نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها ماه‌ها از عبدالله قارداش بازجویی کردند اما نتوانستند اطلاعات چندانی از او بیرون بکشند. او آزاد شد و به ابوبکر بغدادی پیوست که جای ابو عمر بغدادی را در رهبری دولت اسلامی عراق گرفته بود. پس از آنکه نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند، بسیاری از جوانان منطقه به این گروه پیوستند. والا وضع موصل یه جوری بود که سازمان ما کاملاً بهش مسلط بود. 2 برادر عبدالله قارداش هم فعالیت سیاسی داشتند. یکیشان عامر، رئیس اتحادیه دانشجویان ترکمان دانشگاه موسل که کشته شد، احتمالاً به دست القاعده. دیگری عادل، او هم فعالیت قومگرایی ترکی داشت و در جبهه ترکمان عراق فعالیت می‌کرد، اما مشخص شد که عضو القاعده است و به ترکیه گریخت. هنوز هیچ نشانی از او به دست نیامده. فی نینوا حوالی 3 مرات رأیته. من 3 بار تو استان نینوا باهاش برخورد داشتم. قاضی دولت اسلامی یا معادل وزیر دادگستری بود. دیوانهای دیگه هم زیر نظرش بود. دولت اسلامی 14 دیوان داشت که مثل وزارتخونه هاش بودن. همشون زیر نظر حاج عبدالله بودن. عبدالله قارداش دانشکده‌ای برای تربیت قضات اسلامی در دانشگاه موسل به راه انداخت. خودش هم در آن درس میداد. داعش که شهر سنجار را گرفت، 1000 ایزدی ساکن شهر را به قتل رساند و زنان ایزدی را به کنیزی برد.
سالم جبوری، یکی از همراهان ابوبکر بغدادی که اکنون در بغداد زندانی است، میگوید سران داعش بر سر ایزدی ها با هم اختلاف داشتند. شیخ ابو علی انباری عدم سبی شیخ ابو علی انباری که بعد از ابوبکر بغدادی نفر دوم دولت اسلامی حساب میشد، نظرش این بود که کاری به ایزدی ها نداشته باشیم، چون ما نوپا هستیم و ضرر این کار برامون بیشتر از سودشه. اما شیخ عبدالله قارداش مخالف بود و می گفت کشتار ایزدی ها و به کنیزی گرفتن زنهاشون حکم شرع و باید اجرا بشه. هناك لجنه بالعراق و لجنه بالشام. یه شورا در عراق داشتیم و یکی در شام. شورای عراق مخالف کنیز گرفتن زنهای ایزدی و مسیحی بود. خلیفه در رقه مستقر بود و نظرش با شورای شام بود که با شورای عراق مخالف بودن. آخرش دوتا شورا با هم کنار اومدن که زنهای ایزدی رو به کنیزی بگیرن و با مسیحی ها کاری نداشته باشن. شماری از سران رده اول داعش در بمباران کشته شدند. من قتل ابو معتز. با کشته شدن ابو معتز، حاج عبدالله تقریبا نفر دوم دولت شد. وقتی ابو اعلا هم کشته شد، دیگه برای خلیفه کسی جز حاج عبدالله نمونده بود. عبدالله قرداش، اللي اسمه امیر. عبدالله قرداش بارها از حمله های هدفمند جان سالم به در برد. على ما اعتقد امریکیه. یه بار یه پهباد آمریکایی زدش. ساق پاش قطع شد و 4 ماه خورده ای توی بیمارستان بستری بود. موسل که از دست داعش خارج شد، فرماندهان داعش به شهر قائم در مرز سوریه و عراق نقل مکان کردند. 3 سال پیش که قائم را از دست دادند، به شهر بوکمال در سوریه رفتند. جاءت الطائرات قصفت في البوكمال بشيء جنوني. هواپیماها اومدن و بوکمال رو دیوانه وار بمباران کردند. محافظ شیخ عبدالله قارداش کشته شد، ولی خودش فقط ترکش خورد و زخمای سطحی برداشت. بردنش بیمارستان و از اونجا رفت ادلب. مقر فرماندهی داعش در این شهر هم بمباران شد. عبدالله قارداش در منطقه باغوز سوریه با ابوبکر بغدادی خلیفه داعش پیوست. بعد از محاصره باغوز و تسلیم هزاران تن از نفرات داعش همراه با خانواده هایشان، ابوبکر بغدادی و عبدالله قارداش به ادلب گریختند. این نماها در ادلب از ابوبکر بغدادی پخش شده. به نظر می رسد عبدالله قارداش یکی از این 3 نفر باشد که روبرویش نشستند. وقتی ابوبکر بغدادی هنوز زنده بود، نام عبدالله قارداش به عنوان جانشینش اعلام شد. اما هنگام مرگ او، نامی که به عنوان خلیفه جدید اعلام شد، ابو ابراهیم هاشمی قرشی بود. بعداً معلوم شد که همان عبدالله قارداش است. چون خیلی ها اعتراض داشتند که خلیفه باید عرب و از نسل قبیله قریش باشد، برای عبدالله قارداش تبار عربی ساخته شد. خود او هم از چند سال پیش تلاش میکرد عرب تبار بودن خودش را جا بیاندازد. سازمان اطلاعات عراق معتقد است که مخفیگاه او در بخشی از سوریه است که نیروهای کرد بر آن تسلط دارند. همراه با فرماندهان بازمانده در تلاش است تا همچنان با بهره گرفتن از آنچه مظلومیت اهل سنت میداند داعش را بازسازی کند. مراسم اختتامیه 39 جشنواره فیلم فجر در فضای خلوت و تقریبا بدون حاشیه برگزار شد. جشنواره امسال سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو به فیلم جنگی یدو به کارگردانی مهدی جعفری داد. مریم زهدی همکارم از لندن قراره که به ما بپیونده، منتظریم که به ما بپیونده. ارتباطمون باهاش مشکل داره اما بررسی کرده و دنبال کرده روند جشنواره رو. مریم میبینم که ارتباطمون باهات برقرار شده، امیدوارم بتونی صدای من رو بشنوی. بسیار عالی. در چه حال و هوایی برگزار شد این جشنواره؟ رانا، سایه کرونا بر همه جای این دنیا الان سنگینی میکنه، از جمله بر سینما، از جمله در ایران، از جمله بر جشنواره فیلم فجر. بحث کرونا به کنار، که خب تمهیدات ویژه‌ای هم اندیشیده بودن، چه به لحاظ نشانه گذاری روی صحنه، چه به لحاظ نشستن مهمانها، چه به لحاظ تعداد کسانی که حاضر بودن در اختتامیه که بسیار کمتر از معمول بود و ظاهرا مردم شرکت نداشتن در اون بحث به کنار، ولی بحث دیگه، بحث امنیتی شدن و به حکومت نزدیک شدن محصولات سینمای ایران،
به هر حال جشنواره و 39مین جشنواره فیلم فجر هم به نوعی ویترین رسمی سینمای ایران محسوب میشه. چند مورد هست که یک جمع‌بندیش ما رو به نتایجی میرسونه، از جمله اینکه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی سیمرغش به فیلم یدو رسید، همونجوری که اشاره کردی به اسمش. این فیلم درباره حصر آبادان در جنگ ایران و عراق هست، کارگردانش آقای جعفری هست و وقتی اومد صحبت بکنه از قانون و فارابی تشکر کرد. این یعنی که تهیه کننده یعنی به لحاظ مالی حمایت شده ازش از جانب نهادهای ارگانهای نزدیک به حکومت. بهترین فیلمی که از نگاه ملی تعیین کرده بودن و با یاد قاسم سلیمانی سیمرغ رو بهش تقدیم کردن تک تیرانداز بود، اون هم فیلم جنگی یا به قول افراد حاضر در جشنواره دفاع مقدس. بهترین فیلمی که از نگاه تماشاگران بهش سیمرغ دادن فیلم خانم نرگس آبیار بود که فیلمش رو همین دو سه شب پیش شنیدیم وزیر اطلاعات به نامش اشاره کرد. فیلم ابلغ بود که در این جشنواره شرکت کرده بود. البته سر این آرای مردمی حاشیه هایی هم بود و میگفتن اختلال توش ایجاد شده و بعد گفتن که رفع شده. به هر حال برنده جشنواره 39 به نوعی شاید بشه گفت که تهیه کنندگان دولتی و وابسته به ارگان های نزدیک به حکومت هستن و همین یعنی که ویترین سینمای ایران و همون چیزی که یکی دو شب پیش وزیر اطلاعات محمود علوی بهش اشاره کرد و با افتخار اسم سریال ها و فیلم هایی رو برد که وزارت اطلاعات اونها رو ساخته و حتما پیام ویژه‌ای داشته و کمک مالی به اونها کرده. خب یعنی میگی که بدون درست با تمام این اوصاف ها یا بدون هیچ حاشیه‌ای برگزار شد مراسم؟ حاشیه هایی داشت. اول بذار اجازه بده که بگم که چه جایزه هایی، اون جایزه های مهم به کیا تعلق گرفت غیر از اون یکی دوتایی که گفتم. نقش بهترین نقش مکمل زن رو گلاره عباسی برای فیلم ابلغ خانم آبیار گرفت. بهترین نقش مکمل مرد رو، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو خوریا صمیمی رحیمی سام گرفت برای فیلم زالاوا. و نقش اول زن برنده سیمرغش رویا افشار شد به خاطر فیلم مامان. و نقش اول مرد رو سیمرغش رو رضا عطاران گرفت که من فکر نمی‌کنم که کسی انتظارش رو داشت، برای اینکه همونطوری که نگاه می‌کردم نوشته‌های منتقدان سینمایی رو کسی بهش اشاره نکرد و داشت تعریف نکرده بود. در واقع خیلی از انتخاب‌ها دور بود و دور از انتظار بود و با نگاه مردم جفت و جور نبود. از حاشیه‌ها پرسیدی، شاید بشه به چند موردش اشاره کرد. رضا عطاران که روی صحنه اومد قبلا شوخی‌های خیلی تندتری می‌کرد، حاشیه‌سازتر بود، ولی وقتی اومد سیمرغ رو دریافت بکنه انتقاد تندی کرد به سیستم مدیریت کرونا در ایران. بریم با هم بشنویم که چی گفت. یه خواهش دارم، امیدوارم که زودتر این ماجراها تموم شه، حالا که شروع شده این واکسن زدنش سریعتر انجام بشه، از این وضعیتی که هستیم خارج شیم و اصلا برای هر شهر یه آمپول زن نذارن، مثلا بیشتر تعداد رو بیشتر کنن، یکم سرعت بگیره، انشالله زودتر خلاص شیم از این ماجرا. خیلی ممنونم، قربون شما، دستتون هم دارم. رویا افشار رو داریم که برنده بهترین سیمرغ نقش اول زن شد، از کنار مردم ایستادنش گفت. بریم اون رو هم با هم بشنویم. متشکرم به خاطر این محبت بزرگ، ممنونم. مطمئنم که انتخاب سختی بوده، مطمئنم انتخاب سختی بوده، متشکرم، ولی ناگزیرم از انتخاب کردن. من افتخار میکنم که سالهای بسیاری که طی این کار عمر شریف بودم در کنار مردم ایستادم، مردمی که این روزها روزگار خوبی رو نمیگذرونن، و افتخار میکنم که تلاش کردم هر وقت که میسر شد چهره صادق و محترم از همین مردم رو ارائه بدم. و نکته آخر، مسئله سانسور در شبکه نمایش صدا و سیما بود که هر سال تکرار میشه، امسال هم به نوعی تکرار شد. یک کلیپی رو ساخته بودن برای بزرگداشت آقای جلیلوند، در اون کلیپ اشاره شده بود به سینمای قبل از انقلاب، فردین توش نشون داده میشد، بهروز وثوقی. شبکه نمایش تلاش کرد اون لحظه جاهای دیگه‌ای رو نشون بده، ولی شبکه رسمی جشنواره فجر این تصاویری که الان با هم می‌بینیم رو نشون داد. شامو تو هتل خوردی؟ بهتا کباب خورد، من جیجی کباب. ای یادم بیا تو چی خوردی، مثل یه مرد خوشبخت میمیرم. آقای برلانکاستر، دلم واسه دنگ شده، نشده ده بدن زنگ. حتما دلت نمیخواد یه چهرونی از قصیه با خبر بشه و عکس دختر فراری تو روزنامه ها چاپ بکنه. اما حاله اسمی کنم خیلی گشنمه، حسن امرو دیگه قصیه حسابی میخوریم، ننه اومده. خودم که دستم بنده و پاپ توی معامله پس گیر کرده. دایی کفتر اومده لنه بومه، داری دستی دستی پرش میدی، قول پدر مال دنیا وقتی پای اشتر میونه.
مریمم، مریم زهدی، شبت خوش. من که کلن چون قدم زیادی بلنده چندان اهل کفش پاشنه بلند نیستم و خیلی به ندرت و اغلب برای اجرای برنامه پاشنه بلند میپوشم، اما همکارم نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه از قرار در دوران جوانیش خیلی پاشنه بلند میپوشید و کنجکاو بوده که ببینه کفش پاشنه بلند چه مضراتی داره. برای همین در دوران شیرین پیش از کرونا به یکی از مجهزترین مراکز تحقیقاتی لندن رفته که روی تاثیر کفش‌های پاشنه بلند روی کمر، پا و ستون فقرات تحقیق میکنه. ببینیم چند سال کفش پاشنه بلند پوشیدن چه بلایی سر بدن میاره. احساس میکنم اومدم پشت صحنه فیلم لورد آف دی رینگز. حسگرهای کوچیکی به لگن، رون، زانو، ساق و روی پاهام وصل میکنند. دوربین های سه‌بعدی که در این اتاق هستند فقط حسگرها رو میبینند و حرکاتشون رو ضبط میکنند. این حسگرها حرکات کوچکترین مفاصل داخل پام رو هم دریافت میکنند. بعد حرکات این حسگرها رو در مدلی کامپیوتری بازسازی میکنند. این مدل تمام اطلاعات لازم از مفاصل و پا و نحوه حرکت من رو در اختیار دکتر مکلاک قرار میده که همون اول بدون مقدمه چینی چند تا خبر بد به من میده. دکتر مکلاک نتیجه چی بود؟ خیلی هم بد نیست، ولی وقتی راه میری به طور ارثی کمی عدم تعادل داری. وقتی داشتی راه میرفتی دقت کردم که لگن چپت بیشتر از راست میومد پایین و این نمودارها هم دقیقاً این رو نشون میده. لگن چپت به اندازه کافی حرکت نمیکنه و به عقب نمیره. پاشنه چپت یکم بیشتر طول میکشه تا بچرخه و گام برداره. برای همین پای چپ به اندازه اون یکی پا قرص و محکم نیست. این همه ایراد تازه قبل از امتحان کردن کفشای پاشنه بلند بود. دکتر مکلاک میگه تحقیقات تأثیرات منفی ریز و درشت پاشنه بلند رو ثابت کردند. اولین تأثیر واضحش درد پاست. هم درد موقتی که بعد از طولانی پوشیدن کفشای پاشنه بلند حس میکنیم، هم پادرد مزمن در سنین بالاتر اگر بیشتر از 5 سال با این کفشها راه بریم. تأثیر دومش خشکی بیش از حد پوست پا، پینه زدن یا انواع بدشکلی های انگشت هاست، از جمله انگشت چکشی و قوز شست پا. و تأثیر سومش اینه که ماهیچه ساق پا در طول زمان با پوشیدن کفش پاشنه بلند تا 13% کوتاه‌تر میشه. ولی اینطور که این حسگرها نشون دادن، ضررهای پاشنه بلند برای من از این حد هم فراتر رفته. وقتی پاشنه بلند میپوشی همه اشکالات تشدید میشه. نمودارا نشون میدن که اول عدم تعادلت بیشتر شده و دوم چرخش لگن به داخل بیشتر از حد عادی شده که این احتمال کمردرد رو بالا میبره. پاشنه چند سانتی این آسیب ها رو وارد میکنه؟ هر پاشنه‌ای بلندتر از 1 سانت این آسیب‌ها رو می‌زنه. هر چی بلندتر باشه آثارش مخرب‌تره. برای همین اگر حتماً می‌خواید پاتون کنین، پاشنه‌های کوتاه‌تر رو انتخاب کنین. هر چه پاشنه کلفت‌تر هم باشه، سطح تماسش با زمین بیشتره و ضررش کمی کمتر. کفش‌های نوک‌تیز از همه بدترند؟ به خاطر فشار زیادی که نوک تیز کفش به انگشت‌ها وارد می‌کنه، احتمال دفرم شدن پا، مثلا قوز شست پا و انگشت چکشی در کفش‌های نوک تیز بیشتره. یعنی یک کفش پاشنه بلند برای ما بود که این رو هم نازنین معتمدی گرفته. کروناست، نه اجازه داریم کسی رو ببوسیم، نه بغل کنیم، نه دست بدیم. این کفش پاشنه بلند مونده بود که اون هم از ما گرفت. تازه آسیب‌هاش به همین خلاصه نمیشه. توصیه می‌کنم نسخه کامل 37 درجه رو ببینید که بعد از همین 60 دقیقه پخش خواهد شد. شبتون بخیر، مراقب هم باشید.